بالا گرفتن جنگ گرگ ها پس از شکست مهندسی خامنه ای در نمایش انتخابات، خیز رفسنجانی برای آمدن به نماز جمعه و جواب سربالای خامنه ای. رفسنجانی که بعد از شکست مهندسی خامنه ای خود را صاحب عله کابینه آخوند حسن روحانی می داند و هر روز برای ولی فقیه و باند او خط و نشان می کشد، یک گام جلوتر گذاشته و می خواهد بازگشت خود به نمایش جمعه را به خامنه ای تحمیل کند. در گام اول چند تن از آخوندهای حامی رفسنجانی خواستار بازگشت او به نماز جمعه شدند و حالا رفسنجانی خودش اعلام و تهدید کرده که اگر بیایم باید خیلی چیزها را بگویم. مسعود مرادی، یکی از مشاورین رفسنجانی، به نقل از وی گفت: من اگر بیایم باید خیلی چیزها را بگویم. اگر بخواهم خیلی از مسائل را بگویم ممکن است وضعیت به هم بخورد. اگر هم نگویم، این نگفتن باعث ساقط شدن عدالت خواهد شد. با تشدید جنگ گرگ ها واکنش ولی فقیه ارتجاب حرف های رفسنجانی سری بود و یک رسانه باند خامنه ای نوشت: ظاهراً فراموش شده که خطبه های هاشمی در 26 تیر ماه سال 88 چه تأثیری بر کشور گذاشت. آن زمان که کشور بیش از همه به سکوت و همراهی جناب هاشمی نیاز داشت، سخنان ایشان چون بنزین بر آتش آن روز کشور بود. این رسانه باند غالب در حمله به رفسنجانی با لحن توهین‌آمیزی نوشت: وی با سکوت در برابر فرزندانش که تبدیل به شوالیه‌های آشوب پایتخت شده بودند، نشان داد که مصلحت سنجی خانوادگی را بیشتر از مصلحت سنجی وطنی می داند. از این رو تلاش برای بازگرداندن هاشمی به خطبه های نماز جمعه در حقیقت تلاش برای استفاده ابزاری از این تریبون در جهت اهداف درازمدت سیاسی است. در همین حال رسانه های حکومتی نزدیک به رفسنجانی بر لزوم بازگشت وی به نماز جمعه رژیم نویسند: یکی از مواردی که به شدت به خصوص از سوی فعالان سیاسی مطرح و البته پیگیری می شود، بازگشت هاشمی به صحنه نماز جمعه است. البته هیچ کس نمی تواند ادعا کند سن هاشمی برای حضور در نماز جمعه بالاست و توان برگزاری آن را ندارد. در این رابطه آخوند منتجب نیانیز گفت: افراطیون باید یا خود را اصلاح کنند، چرا که این حرکت‌ها دیگر در جامعه جایگاهی ندارد. امروز کفن پوشی رنگ و لعاب خود را برای ما از دست داده است و مردم آنها را مورد استهزاء قرار می‌دهند. برخی از امام جمعه های رژیم از جمله در شمیرانات خواستار بازگشت رفسنجانی به نماز جمعه شدند. جنگ و جدال گرگ ها بر سر شعار آخوند روحانی تحت عنوان اعتدال. در حالی که از ابتدای جنگ و دعوای انتخاباتی رفسنجانی با دم زدن از اعتدال سیاست های خامنه ای را تحت عنوان افراط و تفریط مورد حمله قرار داده است، با شکست مهندسی خامنه ای جنگ و جدال بر سر کلمه اعتدال نیز بالا گرفته است. به گزارش رسانه‌های رژیم، رفسنجانی یک بار دیگر با کنایه به ولی فقیه ارتجا گفت: اندیشه اعتدالی سالها در زیر آوار افراط و تفریط مکتوم شده است. رفسنجانی سپس با پیشکش کردن جام زهر به خامنه ای، خاطره زهر خوردن خمینی را در خاتمه جنگ ضد میهنی به رخ او کشید تا او را به خوردن زهر اتمی ترغیب کند. در مقابل خامنه ای، آخوند جنتی دبیر شورای نگهبان رژیم را به صحنه فرستاد تا زیراب اعتدال خواهی رفسنجانی را بزند. جنتی در نمایش جمعه 28 تیر ماه گفت: این اعتدالی که گفته می شود، من نام آن را می گویم خط امام. من یه جمله هم از کنم، آینده اگر توفیق باشد بیشتر حرف می زنم. این اعتدالی که گفته میشه، من در یه جمله عرض میکنم، اعتدال رو اگر بخوام معرفی کنم به اعتدال میگم خط امام. یعنی این وصیت‌نامه امام، این آثار امام، این صحیفه نور امام، اینا در همه شؤون زندگی
کشور و افراد و جامعه از آن نظر کرده. آیا این افراط یا افراطی نیست؟ در مقابل آمریکا موضع ما معلومه، در مقابل منافقین معلومه، در مقابل ضد انقلاب معلومه. پس بنابراین از نظر من این اعتدال یعنی خط مستقیم نورانی از امام رضوان الله علیه. آیت الله جکسترا و جنگ و جدال گرگ های عمامه دار. در حالی که بخشی از نظام بعد از نمایش انتخابات و در هم ریختن بساط ولایت برای احتمال دید و بازدید با جکسترا که خودش گفته بود در ملاقات با آخوندها صلوات میفرستاده و تسبیح میچرخانده و آیت الله جکسترا لقب گرفته کیسه دوختند، برخی دیگر آنها را به سخره گرفته و این پیغام و پسقام ها را رفتن در دام چماق و هویج تفسیر می کنند. در این رابطه سایت حکومتی عصر ایران علت انتشار مصاحبه جکسترا با بی بی سی را استقبال سخنگوی وزارت خارجه رژیم توصیف کرد و ضمن انتشار این مصاحبه به نقل از جکسترا نوشت: من انگلیکان هستم، ناخودآگاه احترام بیشتری برای کسانی که در کسوت روحانیت هستند قائل هستم. این مسئله جذابیت روحانی و خاتمی را بیشتر می کرد. البته در مورد خاتمی این احساس در من قوی تر بود. جلساتی را در خدمت رئیس جمهوری بودیم، جلساتی هم با دکتر روحانی داشتیم. فکر می کنم درست قبل از افشاگری های شورای ملی مقاومت بود که اسناد و شواهد اولیه را درباره تأسیسات هسته‌ای ایران فاش کرد. جکسترا افسود: برخی از چیزهایی که باید در مذاکرات به ایران میدادیم را تنها از آمریکایی ها می توانستیم بگیریم و مشکل هم از همین جا شروع شد. در مقابل آخوند زنور از مهره های خامنه ای در سپاه پاسداران، جکسترا را فردی بیکار عنوان کرد که آمدنش به ایران هیچ اقدام مثبتی نیست. به گزارش رسانه های حکومتی، زنور در گفتگو با فارس درباره احتمال حضور جکسترا وزیر خارجه سابق انگلیس در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید اظهار داشت: سیاست قدرت های استکبار جهانی سیاست چماق و هویج است که گاهی به تهدید و گاهی به فریب روی می آورند. به خاطر نشان کرد اگر انگلیس می خواهد صداقت و خوشحالی خود را از روی کار آمدن روحانی نشان دهد، راهش عدم کارشکنی در پرونده هسته‌ای، کاهش و رفع تحریم های ظالمانه و عدم تقویت مخالفان جمهوری اسلامی است. جکسترا امروز یک فرد بیکار است که انواع خیانتها را در مذاکرات هسته‌ای اعمال کرده است. او از سه وزیر اروپایی بود که گفت اعتماد سازی کنید و خواستار تعطیلی غنی سازی شد و پذیرش پروتکل الحاقی شاه بیت درخواست آنها از ایران بود. خیانتهای انگلیس قابل شمارش نیست، اما وقتی فردی بیکار برای الغای حسن نیت اظهار کمک کرده، در جمهوری اسلامی به روی هیچ مهمانی بسته نیست. اما ما از نفاق کشورهای استکباری گله‌مندیم. از این رو آمدن جکسترا هیچ اقدام مثبتی برای تعامل با دولت ما محسوب نمی شود، بلکه حیله‌ای برای اعمال سیاست هویج است. با وجود کارشکنی های دولت انگلیس، باز بودن یا نبودن سفارت آنها خیلی مهم نیست و چیزی عاید جمهوری اسلامی نمی شود. در همین حال آخوند روحانی مجبور شد دعوت از جکسترا را تکذیب کند. به گزارش رسانه های حکومتی، یک منبع آگاه مستقر در دفتر رئیس جمهور جدید در گفتگو با تسنیم، خبر دعوت از جکسترا برای حضور در مراسم تحلیف روحانی را تکذیب کرد و گفت: چنین دعوتی از سوی دفتر رئیس جمهور صورت نگرفته است. البته خبر به شکل درست منعکس نشده
و خبرنگار نتوانسته منظور را به خوبی درک کند. این منبع افزود، نباید رسانه ها فکر خود را بر چنین موضوعاتی متمرکز کنند. ما مسائل مهمتر از این موضوع هم داریم.